بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. پرچم‌های سرخ آستان‌های مقدس حسینی و عباسی علیهم السلام رنگ اعضا گرفتند. حفاظت از آسمان شهر مقدس کربلا در محرم و صفر با یک سامانه پیشرفته. و رشد انتشار مذهب حق تشیع در آفریقا به همت مقلدین و مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین و درود بر شما میرندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. پرچم‌های سرخ آستان‌های مقدس سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام با پرچم سیاه تعویض شدند. مراسم تعویض پرچم این آستان‌های مقدس شب گذشته پس از نماز مغرب و عشا برگزار شد. پایین کشیدن پرچم سرخ حسینی از گنبد حضرت امام حسین علیه السلام و برافراشتن پرچم سیاه به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام با حضور مسئولان و خادمان آستانهای مقدس و میان جمع کثیری از زائران و مجاوران انجام شد. مراسم پایین آوردن پرچم سرخ و برافراشتن پرچم سیاه از مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به طور زنده و مستقیم پخش شد. تیپ رزمی حضرت عباس علیه السلام روز دوشنبه از یک سامانه پیشرفته به منظور محافظت از حریم هوایی شهر مقدس کربلا در ماه محرم و صفر رونمایی کرد. این تیپ در بیانیه‌ای اعلام کرد: میثم زیدی، فرمانده لشکر رزمی حضرت عباس علیه السلام، در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به این موضوع گفت: فرماندهی نیروهای لشکر رزمی حضرت عباس دستور آمادگی زود هنگام برای برگزاری مراسم میلیونی زائران در دو ماه محرم و صفر را صادر کرده و بر آماده باش بیش از 5000 نیروی داوطلب و 550 موکب خدماتی برای این مراسم تأکید کرده است. وی با اشاره به اینکه در تأمین امنیت این مراسم از تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده خواهد شد افزود: آسمان شهر مقدس کربلا از طریق سامانه‌های پیشرفته حفاظت خواهد شد. علاوه بر این، 1000 نیروی رزمی از نیروهای نخبه وابسته به لشکر رزمی حضرت عباس علیه السلام به عنوان نیروهای ذخیره در طول زیارت دهم محرم الحرام در آماده باش خواهند بود. بررسی دقیق انتشار مذهب اهل بیت اسماعیل و طهارت علیهم السلام در قاره آفریقا نشان می‌دهد که رشد آن با سرعت در حال افزایش است. در این میان، فعالیت‌های مقلدین و مراکز و مؤسسه‌های مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی حادثه صادق حسینی شیرازی دامظله در چند دهه اخیر یکی از اصلی ترین عوامل رشد سریع انتشار مذهب اهل بیت اسماعیل و طهارت علیهم السلام در قاره آفریقا بوده است. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. اندیشه و اعتقادات پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مذهب حق تشیع در قاره آفریقا به سرعت در حال رشد است و بسیاری از شیعیان در این قاره از نهادها و فعالیت‌های مستقل شیعی استقبال می‌کنند. برای نمونه، در پی تأکیدات مرجعیت شیعه، حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی دامظله مبنی بر اهمیت نشر معارف دینی و اسلامی و به همت جمعیت جهانی حضرت سید شهدا علیه السلام در کشور کویت و با حمایت از سوی صندوق خیریه اهل بیت علیهم السلام در این کشور، اولین حوزه علمی بانوان و اولین حسینیه در تاریخ کشور نیجر در یک هفته اخیر افتتاح شد. این مجموعه به نام مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مزین است و در مراسم افتتاحیه آن که در شهر نیامی پایتخت کشور نیجر انجام گرفت، حضور گسترده مردم به چشم می‌خورد.
همچنین یکی از بخش‌های این حوزه علمی به نام مرحوم آیت الله سید محمد رضا حسینی شیرازی به منظور گرامی داشته یاد و خاطره ایشان نامگذاری شده است. در نمونه دیگر از اقداماتی که مراکز و مقلدین مرجعیت شیعه انجام دادن، برگزاری اولین کنفرانس مستقل شیعیان آفریقا درباره قدیر بود که حدود 10 روز پیش برگزار شد. این کنفرانس به همت گروهی از شیعیان آفریقایی در مسجد حضرت امیرالمومنین علیه السلام در شهر کننی در کشور نیجر برگزار گردید و در آن روحانیون، طلاب، پژوهشگران، فعالان، شیعیان و نیز مقلدان حضرت آیت الله العظما حسینی شیرازی دامظله شرکت کردند. در این کنفرانس که به مدت 3 روز برگزار شد، به زوایای مختلف روز قدیر خم و چگونگی همکاری بین پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در قاره آفریقا با هدف خدمت رسانی بیشتر به شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام پرداخته شد. از دیگر فعالیت‌های شیعیان آفریقا میتوان به فعالیت‌های حسینی اشاره کرد. بر همین اساس با فرارسیدن ماه محرم الحرام، عزای حسینی نیز در بسیاری از شهرها و کشورهای آفریقایی از جمله شهر ماجنگا در کشور ماداگاسکار پرچم عزای حسینی برافراشته شد. این پرچم حسینی که برای اولین بار در کشور ماداگاسکار برافراشته می شود، در دفتر مرجعیت شیعه به اهتزاز درآمد. این فعالیت ها تنها گوشه ای از صدها فعالیت های شیعیان و مراکز مرتبط با دفتر حضرت آیت الله العظما شیرازی مدظله در کشورهای آفریقایی با هدف ترویج دین مبین اسلام و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به شمار می رود. استانداری کربلا از نصب 1600 دوربین مداربسته در مناطق مختلف این استان به منظور کنترل اوضاع در طول برگزاری عزاداری امام حسین علیه السلام در ایام محرم و زیارت اربعین آن حضرت خبر داد. انسیف جاسم خطابی در این باره گفت: این استان برای موفقیت مراسم روزهای عزاداری امام حسین علیه السلام به طور کامل آماده است. وی افزود خودروهای دولتی و نظامی و خودروهای ویژه جابجایی زائران در شهر مقدس کربلا به حال آماده باشه کامل در آمدند. گفتنی است سال گذشته هم حدود 1500 دوربین مداربسته در نقاط مختلفی در شهر مقدس کربلا نصب شده بود. دستور توسعه، تعمیر و بازسازی حرمها، زیارتگاه‌ها و مساجد منصوب به اهل بیت علیهم السلام در کشور مصر صادر شد. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، در دستور به ریاست اداره مهندسی نیروهای مسلح و مقامات مرتبط، دستور بازسازی و نوسازی حرمها و زیارتگاه‌های اهل بیت علیهم السلام در مصر، به ویژه ضریح منصوب به حضرت زینب سلام الله علیها و مسجد امام حسین علیه السلام را صادر کرد. مساجد و ضریح‌های مقدس منصوب به اهل بیت علیهم السلام در مصر از احترام فراوانی در بین مردم مسلمان برخوردارند و همچنین جمعیت بزرگی از سادات در این کشور زندگی می‌کنند که با لقب اشراف شناخته می‌شوند. این بخش از جامعه مصر به صورت تاریخی تحت نظارت مقام نقیب الاشرف قرار دارند. از اهداف اصلی دولت مصر در توسعه و بازسازی این اماکن مقدس رونق دادن به صنعت گردشگری این کشور، به خصوص در حوزه گردشگری دینی و زیارتی است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام پیامی صادر کرد. در پیام رئیس جمهور آمریکا آمده: من و همسرم بهترین آرزوهایمان را به همه کسانی که سال نوی اسلامی، ماه محرم و فداکاری‌های تاریخی این ماه مقدس واقعه کربلا را ارج می‌نهند تقدیم می‌کنیم. ما در پاسداشت ارزش‌های انسانی عدالت، برابری و مهربانی همراه شما هستیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی،
خدا نگهدار.